لس‌آنجلس یا شهر فرشتگان بزرگترین شهر ایالت کالیفرنیا و دومین شهر آمریکا پس از نیویورک است. این شهر جمعیتی حدود 4 میلیون نفر را در بخش اصلی خود جای داده و جمعیت کلان شهر لس‌آنجلس یا لس‌آنجلس کانتی که به لس‌آنجلس بزرگ نیز معروف است حدود 18 میلیون و 700 هزار نفر است و در لیست شهرهای پر جمعیت جهان رتبه 18 را به خود اختصاص می دهد. در این شهر هر روزه رویدادها و اتفاقاتی ریتم و زندگی نرمال این شهر را از حالت خود خارج می کند. رخدادهایی همچون اتفاقات سرقت، قتل، دزدی و آتش سوزی ها همه روزه سر و صدا و اتفاقاتی را رقم می زند که موجب جلب توجه مردم و رسانه ها می شود. با هم یکی از این اتفاقات را مرور می کنیم. یه حادثه بعدی اتفاق افتاده و می بینید که ماشین آتش نشانی در نزدیکی فروم برخلاف جهت داره حرکت می کنه. مسیر خیلی زیادی رو خلاف جهت اومد و خوشبختانه تمام ماشینا بهش راه دادن و یه موتور پلیس هم کمک کرد، اطلاع رسانی کرد به ماشینای جلوتر که آماده باشن که راه بدن تا ماشین آتش نشانی بتونه خودش رو برسونه به محل حادثه. یک رفتار متمدنانه شهری در روزهای پرترافیک. آمریکایی‌ها به خبرهایی مثل تصادف، مثل یک درگیری، اتفاقی که توش یه حیوانی باشه یا یه ماجراهای اینجوری خیلی علاقه نشون میدن و بلافاصله این ماشین‌های تولید و تهیه خبر آماده میشن و خودشون رو میرسونن به محل تا یه گزارشی رو ترتیب بدن و به صورت لایو و زنده در شبکه‌هاشون پخش کنن. امروز اینجا یک اتفاقی افتاده، احتمال میدم که یک اتفاق تصادف معمولی باشه و بلافاصله تعداد زیادی از شبکه‌ها خودشون رو رسوندن اینجا برای پوشش خبری ماجرا و ببینیم چیه دیگه، ببینیم این اتفاق چیه که اینا اینقدر تب و تاب و داغش کردن. دوستان عزیز سلام و عرض ادب، در پشت سر من تعداد زیادی از ماشین‌های تهیه و تولید خبر از شبکه‌های تلویزیونی مختلف آمریکا مهیا هستند و در حال آماده سازی برای پوشش خبری یک اتفاق هستند که ممکنه در لحظات دیگه روی بده. اینجا این خیابون بسته شده و می‌بینید که دوربین‌ها هم کاشته میشه. این قابل توجه عزیزانی هستش که در ایران و در شهرمون تهران در چند روز اخیر شاهد رویدادهایی بودن و حوادثی بودن که تلخ و ناگوار بود. ببینید ظاهرا اینطور که به من توضیح دادن یک بسته پستی به یکی از منزلهای این کوچه رسیده که به نظر میرسه که بسته پستی مشکوکی هستش و در حال حاضر پلیس وارد عمل شده تا راجع به این بسته تحقیق بکنه. خیابون از هر دو طرف با این بندهای زرد بسته شده و رسانه‌ها بلافاصله خبردار شدن و اینجا مهیا هستند برای پوشش خبری. هنوز پلیس به ظن قوی نرسیده که در این بسته و پکیج چی هستش و مشغول تحقیقات اولیه هستش، ولی میخوام بهتون بگم که فضا از نظر امنیتی برای پلیس و رفت آمدش مهیا هستش و به راحتی میتونن رفت آمد بکنن تا تحقیقاتشون رو تکمیل بکنن و رسانه ها در یک فضای مجازی امکان تردد و امکان استقرار دارن تا پوشش خبریشون رو بنا به وظیفه و رسالت خبری و مدیاشون انجام بدن و به این ترتیب هر کس به کار خودش میرسه و مردم عادی همونطور که میبینید در این سمت خیابون جز چند ثانیه‌ای مکس و عبور کار دیگه نمی‌کنن. پلیس هم، پلیس راهنمایی رانندگی هم علاوه بر پلیسی که متخصص در این حوزه هستش در محل حضور داره تا راه رو باز بکنه و تسهیل کنه رفت آمد رو. این یک نمونه
موفق از مدیریت بحرانی هستش که ممکن است در دقایق دیگه شاهدش باشیم و امیدوارم، البته امیدوارم و امیدوارم که هیچ حادثه اینجا اتفاق نیفته و این بسته هم بسته به خصوصی نباشه. این اطلاعات رو یکی از خبرنگارای اگه اشتباه نکنم شبکه ABC به من داد و امیدوارم که حادثه خاصی نباشه و به زودی خیابون باز بشه و من این گزارش رو صرفا تهیه کردم برای اینکه دوستان و همشهریان اگر شاهد اتفاقاتی بودن که جزئیات زیادی از اون در جریان نیستند بتونن از محل حادثه تا حد تل امکان فاصله بگیرن و کار رو بسپرن به نیروهای متخصص و البته نیروهایی که زبده هستن و در واقع آزمایش خودشون رو پس دادن برای انجام رسالت خبری و اگر جزئیات و اطلاعاتی لازم باشه مسلماً همکاران خبرنگار به نحو شایسته‌ای به اطلاع شما خواهند رسوند. بنابراین حضور شما با موبایل و یا ایستادن و تماشا کردن مشکلی رو حل نخواهد کرد. متشکرم، امیدوارم که در لحظات دیگر خبر بشنویم که خطری این منطقه رو تهدید نمی‌کنه. اینجا همینطور که میبینید تلویزیون دوربینش رو گذاشته و اینجا بسته شده و این همکاران دیگه تلویزیون های ABC این هم دارن خودشون مهیا میکنن تا بیان توی اینجا دوربیناشون رو بکارن و کارشون رو انجام بدن. پلیس هم در صحنه حضور داره. من حضوری مدام گل کرده که بپرسم چه اتفاقی افتاده که اینجا رو بستن و مشغول چه کاری هستند در اینجا این همه شبکه تلویزیونی.